خب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز و ارجمند و خیر مقدم میگم به حضور دوستانی که توی سالن تشریف دارند و دوستان عزیزی که در زوم به ما ملحق شدن و در یک محفل دوستانه و گرم و صمیمانه میخواییم دور هم بشینیم و یه خود غزل بخونیم و یه خود راجع به مفاهیم شعرهای سعدی و مولانا و حافظ با هم دیگه تبادل نظر رو گفتگو بکنیم. من برای دوستانی که شاید جدیدن به ما ملحق شدن فقط توضیح میدم که ما تو این جلسات که هر هفته توی ابن سینا برگزار میشه به صورت حضوری که دوستان اینجا الان هستن و بعدم روی زوم هم داره پخش میشه همزمان، ابتدا معمولا طبق سنت ابتدا از سعدی شروع میکنیم، چون من تعداد غزلیاتی که از سعدی تا حالا خوندم کمتر از مولانا و حافظ هست و همین دلیل همیشه با سعدی شروع میکنیم، 4-5 تا غزل از سعدی میکنیم، بعد حالا 1 یا 2 تا از مولانا و حافظم میخونیم، به این شکل کار انجام میدیم. وسطش یه بریک داریم و تو این بریک من فرصت میدم به دوستان که اگر سوالی دارن سوالی بکنن، اگر اظهار نظری دارن اظهار نظرشون رو داشته باشن. بعضی از دوستان ما هنرمند هستن، خصوصا زومیا هنرمندن، توشون خواننده داریم، نوازنده داریم، نمیدونم این صحبت ها اینا برنامه اجرا میکنن تو اون بره که یه ربعی 20 دقیقه که داریم، وقت شما خودتون اینجا پذیرایی کنید با چای و شیرینی، اونا برای شما هم برنامه اجرا میکنن. این داستان ماست، ولی از دوستانی هم که توی سالن هستن اگر دلشون میخواد که بیان اینجا شعری بخونن، نمیدونم نکته ای دارن، مطلبی دارن که دوست دارن به قول این فرنگی ها شعر کنن، در میان بگذارن، حالا کلمه قشنگش اینه، در میان بگذارن با بقیه دوستان، چه در زوم و چه در اینجا، کاملا آزاد هست و میتونید تشریف بیارید. و برای این یک کلاسی یه طرفه نیست که حالا من اینجا بشینم شما به اصطلاح در روبروی من، ما در کنار هم هستیم، روبروی هم قرار نداریم. اینو خواستم فقط توضیح بدم برای دوستانی که جدیدن به ما ملحق شدن. اما با اجازتون شروع، شما سوالی داشتید؟ عرض سلام. متشکرم. امروز جلسه دوم بعد از یه دوره نقاهت، بله. حالا از این جلسه انشاءالله اگه این برنامه کرونا مشکل شد شم تو ادامه میدیم دیگه. انشاءالله. خیلی ممنون. پس غزل شماره 16 از جناب سعدی میفرماید که خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سماع، عشق را آغاز هست انجام نیست. کام هر جوینده ای را آخری است، عارفان را منتهای کام نیست. از هزاران در یکی گیرد سماع، زن که هر کس محرم پیغام نیست. آشنایان ره بدین معنی برند، در سرای خاص بار عام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند که این سخن با خام نیست. هر کسی را نام معشوقی که هست میبرد، معشوق ما را نام نیست. سرو را با جمله زیبایی که هست، پیش اندام تو هیچ اندام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی، وان کجا داند که درد آشام نیست. درد آشام یعنی کسی که اون شراب ته کوزه به صلاح میخوره که لرد داره، کوالیتیش پایینه. توجه کردید؟ اونایی که ثروتمندن سر کوزه رو میخورن، اون شراب صاف روشن رو میخورن، اون آدم های فقیر درد آشام هن. خب، مستی از من پرس شور عاشقی، وان کجا داند که درد آشام نیست. اونایی که رنج نکشیدن کجا میفهمن؟ باد صبح و خاک شیراز آتشیست، هر که را در وی گرفت آرام نیست. خواب بی هنگامت از ره می برد، ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست. سعدیا، چون بود شکستی خود مباش، خودپرستی کمتر از اسنام نیست. خب،
من یه بار خوندم، حالا بریم تو محتوا ببینیم که محتوا چی داره. اولا که میگه خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. خب ما همیشه معمولا میگن عیش و جوانی، نه معمولا این دوتا رو با هم مترادف میارن، عیش و جوانی. حالا این اصلا کسی که عاشقه به سن و سال ربطی نداره، عشق یه چیزیه که به سن و سال کاری نداره. اون که عاشقه عاشقه، میتونه خیلی هم پیر باشه، میتونه هم خیلی هم جوان باشه. اون قلبه که به اصطلاح باخته شده در مسیر اون حالا عشق، حالا یا عشق زمینی یا عشق آسمانی، اونش فرق میکنه. به هر حال چون سعدی آدم تقریبا عارف مسلکی هم هست، توی غزل هم داره صحبت میکنه، این میشه به هر دو معنی گرفت که هم عشق زمینی رو میتونه بگه هم عشق آسمانی. میگه از دوران عشق هیچ دورانی بهتری وجود نداره، بامداد عاشقان را شام نیست. یعنی صبح عاشقان به شب نمیرسه، یعنی این همچنان چیه؟ تداوم دارد. این خوشی عاشقانه همچنان تداوم دارد، پایانی بر او مترتب نیست. بعد مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام نیست. کدوم عشق؟ عشقای واقعی. عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش. اون عشق واقعی. میگه مطربان رفتن، ببین وقتی که اینا میخواستن سماع بکنن برقصن، معمولا با دف میزدن و اینا میرقصیدن. الان شو این فیلم ها و ویدیو ها هم شما میبینید، معمولا یه دفعی یه موسیقی زده میشه و اینا طرف دور خودش میچرخه. خب میگه مطربا رفتن، اونا دیگه خسته شدن، تعطیل کردن رفتن، ولی صوفی همچنان داره چیه؟ میچرخه. این یعنی تداوم اون عشق ورزیدنه دیگه. نه، عشق را آغاز هست، اونی که آغاز شد عاشق عشق را شروع کرده، اما دیگه پایانی برش مترتب نیست، همینطور تداوم داره الالعبد. کام هر جویندهی را آخریست، عارفان را منتهای کام نیست. ببینید معمولا میگن کام دل طرف برگرفت، حالا این کام معانی مختلفی داره، ببخشید هم مثلا کامجویی با خوردن و خوراک، کامجویی شهوانی، کامجویی قدرت، کامجویی ثروت، کامجویی بالاخره کام دیگه. طرف وقتی که به استقناع میرسه دیگه، به حد اشباعش میرسه دیگه، خسته میشه. هر روز شما چلی کباب برگم که بخوری، بعد از یه هفته دو هفته ممکنه دیگه بگی از بوی کباب دیگه بدم میاد، حتی به مشام هم برسه. ولی میگه که اونهایی که عاشقن منتهای کام ندارند، اون لذت عشق همچنان مداوم تا ابد و دهر باقی میمونه، حتی پس از این جهان، حتی پس از این جهان عشق ادامه پیدا میکنه. بعد میگه از هزاران در یکی گیر از سما، زان که هر کس محرم پیغام نیست. ببینید این که طرف سماع میکنه، میدونید که داستان سماع چیه دیگه، رقص سماع. طرف دور خودش میچرخه، اولا که موقع رقصیدن روشش اینه که این دستش به این شکل به سمت آسمانه، یعنی رحمت الهی رو از آسمان میگیرد. یک، این دستش به سمت پایینه، دیدید؟ نم دقت کنید به این نکته، این دستش به سمت پایینه، یعنی چی؟ رحمت رو میگیره، از وجودش عبور میکنه و به پایین میده. توجه کردید؟ به پایین میده. این نماد اون سخن حضرت پیامبر است در معراج، که وقتی خداوند ازش سوال کرد، گفت چی میخوای که من بهت بدم؟ در اون دوره معراج حضرت پیامبر فرمود که، عرض کرد که خدایا منو واسطه خیر در جهان قرار بده. یعنی چی؟ یعنی هر خیری که میخوای به مردم جهان برسونی از مسیر من به اونها برسه. توجه کردی؟ این نمادش همین رقصیه که اینا اینجوری میکنن. این یک. دوم چی؟ وقتی که طرف میرقصه، رقص سماع میکنه، دیدید به سمت چپ میچرخه، به سمت چپ میچرخه در این جهت، درست شد؟ یعنی الان من مقابل شما که هستم، شما به کره زمین هم که نگاه کنید، شمال، جنوب، شرق، غرب،
زمین به سمت چپ میچرخه، به سمت شرق میچرخه، به همین دلیل هستش که خورشید از شرق میاد بالا. میتونید تصور کنید چی دارم میگم؟ خورشید از سمت شرق میاد بالا، به همین دلیل پس این زمین به سمت چپ خودش میچرخه. شما تو کعبه، توی کعبه هم که تشریف میبرید ان شاء الله قسمتتون بشه زیارت، همه شونه چپشون رو میدن به کعبه و دور کعبه میچرخه، یعنی به سمت چپ باز میچرخه. برعکس ساعت، ساعت به سمت راست میچرخه. دیدید؟ ساعت به سمت راست. بنابراین این حالت یعنی هارمونی با طبیعت، هارمونی با جهان است. جالبه بدونید که منظومه شمسی هم به سمت چپ خودش میچرخه. تمام کهکشان ها به سمت چپ میچرخند. اینم یادتون باشه. شما آبو داخل چیز که میریزید، دستشویی، سیفونه که بکشید، آب میچرخه میره پایین. دیدی؟ تو نیم کره شمالی آب به سمت راست میچرخه میره پایین، تو نیم کره جنوبی آب به سمت چپ میچرخه میره پایین. اینم نکته جالبیه. تو استرالیا، من تو استرالیا که بودم اینو به خوبی میدیدم که تو نیم کره جنوبی آب وقتی میخواد بره پایین اینجوری میچرخه میره پایین، ولی تو نیم کره شمالی اینجوری میچرخه، روی خط استوا مستقیم میره پایین. اینجوری خیلی این نکات ظریف و جالبیه تو جهان هستی حساب کتاب داره. بهرحال اینو خواستم بگم که حالا الان من اینه که به شما گفتم، شما ذهنتون باز شد، روشن شد، یه چیزایی براتون روشن شد. وقت این میگه از هزاران در یکی گیرد سما، زان که هر کس محرم پیغام نیست. اونایی که به اصطلاح سما میکنن به یه جاهایی میرسن، بله خیلی ها تو قونیه دارن میچرخن، پولم میگیرن آخرش به خاطر رقص سمایی که کردن، چون نمایش دارن میدن. اما اونی که میرخصه واقعی، یه جای دیگه مولانا میگه زین هزاران تن یکی زان صوفی هن، مابقی در سایه او میزیند. چی گفتم؟ یه بار دیگه. زین هزاران تن یکی زان صوفی هن، مابقی در سایه او میزیند. یعنی هزاران آدم هستن که خودشون مثلا درویشن، شیخن، مولان، حالا هرچی، ولی توشون یکی هستش که به اون مقام صوفیگری میرسه. بقیه از اعتبار ایشون استفاده میکنن، ما هم هست مثلا، حالا مردم بی احترام و سلوات. بنابراین آشنایان ره بدین معنی برن، در سرای خاص بار عام نیست. اونهایی که آشنا هستن و میفهمن و بلدن و به اصطلاح اعتباری دارن به این، به اصطلاح این معنای به اصطلاح صوفیگری و معنای عشق رو درک میکنن. در سرای خاص بار عام نیست، اونجا جای خاص، خاصان به اونجا میرسن، بار عام به کسی نمیدن که هر کسی که از راه برسه بیاد داخل. دقت کردید؟ بعد میگه تا نسوزد بر نیاید بوی او، پخته داند که این سخن با خام نیست. یه عود وقتی بوش بلند میشه که سوزونده میشه، وقتی سوخت بوی خوش عود بلند میشه. پخته داند که این سخن با خام نیست. آدم های پخته میفهمند که پیام عشق چیست. آدم های خام این رو درک نمی کنند. بعد میگه هر کسی را نام معشوقی که هست میبرد، معشوق ما را نام نیست. یادتون باشه غزل و تغزل یعنی عشق بازی، درست شد؟ اصلا کلمه عربیه، غزل یعنی عشق، تغزل نه عشق بازی کردن. خب میگه که ما کسانی که به اصطلاح یه معشوقی برای خودشون دارن، خب اسمش میگه آقا مجنون میگه به لیلی لیلی لیلی، نمیدونم بیژن میگفت منیژه منیژه منیژه، خسرو میگفت شیرین شیرین شیرین، فرهاد هم میگفت شیرین شیرین شیرین، هر کسی معشوق، وامق میگفت عذرا عذرا عذرا، گرفتی چی میگم؟ اما معشوق ما که اسم نداره، که یه اسمی داره. جالبه یهودیا اسم خداوند رو اصلا نمیبرند، میدونستید اینو؟ میگن او او، اصلا اسم جر... میگن به صلاح
عظمت خداوند آنچنان بالاست که ما حق نداریم حتی اسمش به زبون بیاریم. هو او هی میگن توی تورات هیه. خب من میگه سر را با جمله زیبایی که هست پیش اندام تو هیچ اندام نیست. میبین این معاشقه است دیگه، یعنی داره زیبایی معشوق خودش رو جمع کنه میستاید دیگه. میگه سر را با جمله زیبایی که هست پیش اندام تو هیچ اندام نیست. مستی از من پرس و شور عاشقی وان کجا داند که درد آشام نیست. میگه مستی و شور عاشقی رو از من بپرس. برای چی از من بپرس؟ برای این که من شراب عشق را نوشیدم، به همین دلیل مستی عشق را هم چیکار میکنم؟ درک میکنم و شور عاشقی را درک میکنم. کسی که درداشام نیست، که حالا به نوعی بعضی ها درداشام هم میخوننش که غلطه البته، درداشام یعنی کسی که درد را میاشامد. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگی که من چون در مسیر سیر و سلوک زجرها و سختیها تحمل کردم، مفهوم عشق را من درک میکنم. از هر کسی نمیتونی اینو بپرسید چون اونا درک میکنه. باد صبح و خاک شیراز آتشی است، هر که را در پی گرفت آرام نیست. اینم راجع به شیراز و منطقه خودش داره صحبت میکنه که میگه یعنی آب و هوای شیراز عشق پروره و عاشق پروره. خب خواب بی هنگامت از ره میبرد ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست. میگه تو وقتی بازنده میشی که بی هنگام به خواب رو میری. اون موقعی که بعد بیدار باشی چی میشی؟ میخوابی. ولی بانگ صبح بانگ به موقعی است که باید آمادگی داشته باشی که بیدار باشی. چون هم سعدی و هم حافظ در اشعار بسیار متعددی به این قضیه اشاره کردن که باد صبحگاهی، اون باد سبا اصطلاحاً، این پیام‌آور لطف و به اصطلاح عشق از سوی دوست و بوی معشوق رو به مشام شما میرسند. البته دیگه اینا نمادین این حرف. یعنی چی؟ یعنی صبح زود بلند شو و عبادت بکن، اونجا به اصطلاح قلبت آماده است که اون به اصطلاح نشهات رو از عالم غیب بگیر. بعد میگه سعدیا چون بت شکستی خود مباش، خود پرستی کمتر از اصنام نیست. اصنام جمع سنمه، سنم به معنی بت، به معنی مجسم است. میگه پس منوری، میگه وقتی که بت شکنی میکنی در واقع در درجه اول بعد بت نفس خودت رو بشکنی. این بزرگترین به اصطلاح دستاوردیه که یک انسان میتونه داشته باشه. بذارش که سعدیا چون بت شکستی خود مباش، خود پرستی